خانم نینا توبایی، امروز می‌دونیم که به صورت رسمی اولین جلسه دادگاهی حمید نوری از عوامل کشتار سال 67 داره برگزار میشه. این اولین باره که یکی از عوامل این کشتار در یک دادگاه اروپایی داره محاکمه میشه. شما چه احساسی دارید و فکر می‌کنید می‌تونه چه تأثیری در روند دادخواهی داشته باشه این دادگاه؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان شما. خب طبیعیه که دادخواهی امر فوق‌العاده مهمی هست، یک مسئله ملی هست، یک مسئله شخصی نیست، یک مسئله گروهی سیاسی نیست، یک چیز کاملا ملی هست. خب خیلی خوشحالم برای اینکه خانواده ما در دهه 60 بسیار درگیر بود و برادر من سال 60 دستگیر شد تا مقطع 67 که قتل اونها بود توی گوهردشت بود، از بازمانده های قتل اون 67 بود و بعد منتقل شد به اوین و بعد در یک تور وزارت اطلاعات سربلیستش کرد، وجودش نقشه رو تحریزی کردن و آقای نوری و ناصریان که همون محمد مقیسه هست دادیار و کمک دادیارش بودن. در نتیجه از این جهت، از این منظر، این دادگاه برای من خیلی اهمیت داره، چون ما از روزهای پایانی سرنوشت برادرم کاملا بیخبر هستیم، نمیدونیم که دوباره دستگیر شد، چطوری روبوده شد، چطوری سرنوشت شد، کجا پاره های استخوانش، باقی مانده هاش کجاست، قبرش کجاست. در نتیجه این دادگاه خیلی برای من مهمه و تصور من اینه که نوری میتونه اگر به زبون بیاد، اگر حقیقت رو بخواد بگه، بتونه پرده از این راز برداره. برادر من تنها کسی نبود که توی تور وزارت اطلاعات افتاد، اون موقع توری رو پهن کرده بودن، اشخاص دیگه هم بودن که به همین شکل رو بوده شدن و از این نظر بسیار من این روز واقعا تاریخی هست و خیلی خیلی مهمه در روند دادخواهی. خب خیلی از افرادی که امیدوار هستن به این دادگاه معتقدن که این دادگاه امیدها رو در حقیقت به اجرای عدالت زنده کرده. شما هم همین فکر می‌کنید؟ 100% حتی اگر نوری به زبان نیاد، این مسئله که یک شخصی که دستی در خون داشته در سال 67 پاش گیر هست الان در سیستم قضایی یک کشور اروپایی، مسئله خیلی خیلی مهمه و من دنبال انتقام نیستم، فقط میخوام حقیقت روشن بشه و بسیار مسئله پایز اهمیته. خیلی ممنونم از شما.